یو یو سلام چاکرم شهروزم، اومدم با یه ویدیو خفن دیگه، یه آنباکس خفن دیگه و یه کتونی خفن دیگه. چه خبر؟ ردیفید؟ میزونید؟ همه چوکه؟ امن و امون؟ امیدوارم که بهترین روزای زندگیتون رو سپری کنید بدون هیچ مشکلی، بدون هیچ درگیری، که البته نمیشه دیگه، باید واقعیت های زندگی رو هم قبول کنیم، ولی تو سختتر از اینی که روزای سخت بتونن تو رو شکستت بدن. همیشه به مراحل سختی که تو اینجای زندگی طی کردی یه ذره فکر کنی، میبینی که تو سختتر از اینا شروعت کردی. پس ادامه میدیم با قدرت، با هر چقدر هر میزان سختی که باشه. این سختی هم برای همه هست، مشکلات سختی برای پولدار، فقیر، غیر پولدار، نمیدونم رئیس جمهور باشی، سیاستی باشی، هر چی باشی، مشکلات همیشه هست. 11200 لیر پول کفش برند ریباک چرا آخه؟ الان بهت میگم. یکی از دوست داشتنی ترین برنداست که خیلی هم طرفدار داره توی دنیا، برند ریباک، که خب خیلی برند قدیمی هستش، همیشه توی صحنه‌های ورزشی ما این برند رو دیدیم، همه جا حضور داشته، توی المپیک، توی مسابقات، توی رزمی، توی تنیس، توی همه جا. و یه برند ورزشی قدیمی با اصالت، خیلی خوب و با کیفیت، که من همیشه میگفتم پوما و ریباک توی برندها با شرایط الان جز برندهایی حساب میشن که قیمتاشون هنوز منطقی تره نسبت به نایکی، آدیداس یا برندهای دیگه، یعنی نسبت به اون کیفیتی که داره ارائه میده یه مبلغ منطقی رو هنوز داره میگیره، خیلی گرون نیست با توجه به برندهای هم لول خودش و تو اون سبک کفشی که داره تولید میکنه. اما امروز میخوایم یه کار متفاوت از برند ریباک ببینیم، کاری که 11200 لیر قیمتشه. حالا چرا؟ چون این کار چرمه. 86% توی تولید این کفش از چرم واقعی استفاده کردن و خب این خیلی طول عمر رو، دوام عمر کفش رو میبره بالا. ولی خب خیلی هم هستن که چرمی حال نمی کنن. حالا میدونم که یه سری ها وگن هستن و وگن ها با محصولات چرمی یا هر محصولی که از حیوان بیاد حال نمی کنن. جدای از این بحث ها و با احترام به تمام حیوان دوستا و وگن ها، این کار چرمی هستش، دوام خیلی بالایی داره، علاوه بر این که دیزاین و رنگ خیلی خوبی داره، من خیلی حال کردم، یعنی تفاوت رو وقتی جعبه کفش رو باز میکنی احساس میکنی و من همیشه با این سبک کفشا حال میکردم. نه تنها برند ریباک، برندی که میان یه کار متفاوت، یه کار خاص، یه رنگ متفاوت، یه شمایل متفاوت تولید میکنن، همیشه نظر منو جلب میکنن و من هم همیشه دنبال کارهای خاص بودم. این ریباک یکی از اون کارهای خاصه که هم توی متریال، هم توی طراحی و رنگ و دیزاین به نظر من رقیب نداره، یعنی مثل این کفش با این دیزاین نمیتونی پیدا کنی و با این کیفیت. البته خب قیمتش هم بالاست، ولی خب از اونورم شما مقدار زمان طولانی تری از این کفش استفاده میکنید به خاطر چرم بودنش. بیشتر از این حرف نمیزنم، بریم با هم یه ریباک فوق العاده زیبا و خاص رو از نزدیک دیتیلاشو ببینیم. متاسفانه این کار سایز من نیست که پاپوششو بهتون نشون بدم، چون برای دوستم خریداری کردم، ولی دیتیلای کارو ببینید، استایل کارو ببینید، برگردیم و یکم راجبش صحبت کنیم. برو بریم واسه یه ویدیوی خفن. خب مثلا همیشه اول میریم سراغ جعبه. جعبه هیچ چیز خاصی نداره، یه جعبه معمولی با یه جنس معمولی، فقط ما لوگوی محبوب ریباک رو داریم روی جعبه. جعبه‌ام که رنگش یه کرم و سفیده، هیچ چیز خاصی جعبه نداره. اینجا هم که نوع محصول، سایز، بارکد، قیمت که می‌بینید 11150 لیر قیمت این کفش بوده و گفتم بهتون جعبه واقعا هیچ چیز خاصی نداره. بریم اصل داستانو ببینیم. به به، زیبایی رو شما میتونید توی این کفش ببینید، متریال و جنس خوب رو میتونید توی این کفش ببینید، راحتی و خاص بودن رو میتونید توی این کفش ببینید. چی میخواید دیگه از یه برند با اصالت؟ همینطور که بهتون گفتم این کفش تمام چرم که نیست، ولی طبق گفته خودش 86% از چرم طبیعی توی این کفش استفاده شده. لوگوی ریباک رو داریم اینجا و بی‌نظیره. رنگ رو نگاه کنید، جنس رو که خب همون حسی رو که وقتی یه چرم رو لمس میکنید بهتون میده، اما این رنگ زیبا
زیبا و این سایه روشنایی که کار کرده توی کفش خیلی جذابش کرده. لوگوی ریباک رو داریم پشت کفش، متریال داخلش فوق‌العاده عالیه، خیلی خفنه، از این جنسای پلاستیکی توری زده، از اون جنسای خزدار توری کار نکرده. یه زبونه اسفنجی نازک لوگوی ریباک رو دوباره اینجا داریم و این سایه روشنایی که توی طراحی کفش استفاده کرده واقعا یه بودی به کفش داده که خیلی دوست داشتنیه. روی کفش میبینید که سوراخ‌های ریزی داره که باعث میشه هوا در جریان باشه توی کفش و پاتون عرق نکنه داخل این کفش چرمی. زیره خیلی خاصی داره، قسمت پاشنه طوری طراحی شده که فشار کمتری به کمر و پای شما وارد بشه و وقتی که گام برمی‌دارید این قسمت یه حالت فنرطوری داره که خیلی حس خوبی بهتون میده. علاوه بر اینکه پاشنه پاتون به خاطر این زیره پهنی که داره خیلی راحت روی زمین گام برمی‌دارید و میشینه که حس خیلی خوبی بهتون میده. فوق‌العاده است، استکاک به زمین خیلی خوبی داره به خاطر این سیستمی که توی زیرش کار کرده، چسبندگی به زمین مقبولی داره. لوگوی ریباکو میبینید دوباره روی کفی کفش، فوق‌العاده است، هم لحاظ زیبایی، هم لحاظ طراحی، هم لحاظ جنس و جزء ریباکایی است که شما هیچ جا نمیتونید این کفش رو پیدا کنید. یعنی واقعا اگر بپوشید همه چشم میاد روی کفش شما و امکان نداره ازتون بپرسن که این ریباک تو از کجا گرفتی، چون هیچی واقعا ندیده مثلشو. جزء کارهای خاص کلکسیونی و کیفیت بالا دیگه. الان توی زمانه الان که خب حالا وگن ها زیاد شدن و دوستداران حیوانات زیاد شدن، همه دیگه دارن کفشای تولید میکنن که کمک کنه به این داستان. اما کفش چرمی ما خیلی کم دیگه داریم میبینیم که تولید چه، اما این کفش جنس چرمش باعث میشه که شما سالها از این کفش استفاده کنید بدون اینکه مشکلی برای این کفش پیش بیاد. من خیلی دوستش داشتم، جزء کارهای خاص برند هم ریباک هستش، برند محبوب و با اصالتیه. حالا بعضیا با برند حال نمیکنن، بعضیا با سبک کفش حال نمیکنن، نظرها و سلایق کاملا متفاوته. من به شخصه هر کاری که این خاص بودن و این جنس خوب رو داشته باشه من دوست دارم، چون حس خوبی بهم میده وقتی کار خاص و تکی رو استفاده میکنم. اینم جز همون کارا بود. بله، کار بسیار جذابیه، یعنی نمیتونی از این کفش ایراد بگیری توی دیزاین، توی متریال، توی این طراحی و رنگ خاصش. یعنی چرم معمولا ما یا قهوه‌ای دیدیم یا مشکی دیدیم یا سفید دیدیم یا قهوه‌ای سوخته بوده یا قهوه‌ای روشن بوده، اما چرم با این تم رنگی بی‌نظیره و اون حالت یه جاهایش کم رنگ پررنگ شده یه حسی بهت میده که انگار کفش قدیمیه. میدونی چرم هر چقدر قدیمی تر میشه خوشگل تر میشه، خوش فرم تر میشه، این اون حس رو بهت میده. علاوه بر اینکه رنگش رو یه جوری کار کردن که با سایه روشنایی که کار کرده یه بودی داده به کفش و باز این جذابترش میکنه. این زیره منحصر به فردش هم که اصلا باید پاتون کنید تا متوجه بشید که این عجب چیزیه، میدونی چی میگم، و بسیار کفش راحت و خوشپوشیه. این کفش اگه با دمپاگت بپوشی که دیگه خیلی خفن میشه و ترجیحاً با دمپاگت بهتر میشه، یا با موم استایل هم بپوشید خیلی خوب میشه. ترجیح من به ایناست، ولی خودتون باید با استایلاتون بازی کنید، چون شلواری که حالت لوس فیت باشه پاچش میفته روی کفش و با این شکل کفش ها که زیره اینجوری دارن خیلی جالب نمیشه شلواری که پاچش بیفته روی کفش. ولی با موم استایل یا شلواری گت یا اگر کارگو استایل میکنید خیلی کار باحالیه، خیلی دوست داشتنیه و خیلی خاصه به نظرم. این بود از آنباکس امروزمون. ریباک میدونید که ما خیلی کم آنباکس کردیم، ولی خب ما میدونیدم دیگه وقتی که یه برند رو میاریم اینجا خاص‌ترینشو میاریم. دمتون گرم، دوستتون دارم زیاد. لایک و سابسکرایب و کامنت دوست نداشتید نذارید، اصلا مهم نیست، ویدیو رو ببینید، عشق کنید، حال کنید. اگه مثل من شما اهل کتونی، اگه کلکسیون داری، اگه کفش بازی، داداشت هم این عشقو داره و این عشقو با شما به اشتراک میذاره اینجا، کم و زیادش شما ببخشید. سعی میکنم بهترین کار از بهترین برندهای روزو اینجا براتون آنباکس کنم. اینجوری دیتیلاشو از نزدیک میبینید، پاپوششو میبینید، قیمتشو میدونید و راحت‌تر میتونید تصمیم گیری کنید برای خرید کردن. حالا شمایی که ایران هستی یا هر کشور دیگه‌ای که دسترسی به این کفشا و برندها ندارید. دوستتون دارم زیاد. تا ویدیوی بعد، آنباکس خفن بعد، کفشای خفن بعد، خدا نگهدار.